درود بر همیهنان عزیزم در جای جای این کره خاکی در بسته دوم امروز با سه عنوان خبری در خدمت شما خواهیم اولین پاسخ اسرائیل برای حمله به محل اقامت نتانیاهو هشدار به مردم در آستانه روسای سرد سردرگمی کامل حکومت بیکفایت مدارس اسفهان در حال تعطیلی کامل هیچ ارگانی پاسخگو نیسته از شما همراهان عزیز می خواهیم که لطفا همین الان این ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظرات خودتون رو در ارتباط با فعالیت رسانه آوای ایران برای ما کامنت کنید. اولین پاسخ اسرائیل برای حمله به محل اقامت نتانیاهو ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که موجی از حملات هوایی علیه اتاقهای فرماندهی و سایر زیرساختهای حزب الله در بیروت انجام داده است منابع امنیتی اسرائیل گفتند این حملات در پاسخ به سوء قصد جدید نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی به اقامتگاه نخست وزیر است تحقیقات منتشر شده احتمال می‌دهد که این حمله از اتاقی در داخل خاک لبنان فرماندهی شده است پلیس اسرائیل امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد شامگاه شنبه هنگام شلیک دو منور به اقامتگاه خصوصی بنیامین نتانیاهو در قیصریه هیچ کس از اعضای خانواده نخست وزیر در آنجا نبودند این حمله به خانه نتانیاهو محکومیت فعالان و رهبران از طیف‌های مختلف سیاسی از جمله یائیر لاپیت و بنی گنت را به دنبال داشت اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ایکس نوشت شلیک منور به منزل نتانیاهو همه خط قرمزها را رد کرد غیر ممکن است نخست وزیر اسرائیل که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش تهدید کردند او را ترور می کنند. دوباره از منزلش هدف همین تهدیدها قرار بگیرد ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد چندین پهباد انتحاری که از شرق به سمت اسرائیل پرتاب شده بود توسط پدافند هوایی بر فراز جنوب اسرائیل رهگیری شد همزمان لیندزی گراهام سناتور جمهوری خواه شنبه 26 آبان در دیداری با نتانیاهو در اورشلیم به نخست وزیر اسرائیل گفت برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هر کاری را که لازم است انجام دهد سخنگوی گراهام در بیانیه‌ای که به آکسیوس ارائه شده گفت این سناتور هیچگاه تا این حد درباره دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای نگران نبوده و شرایط کنونی را برای اسرائیل و جهان بسیار خطرناک توصیف کرده است امروز ظهر نشریه فاینانشال تایمز به نقل از منابع نزدیک به تیم انتقال دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا گزارش داد که دولت او در حال آماده شدن برای بازگرداندن استراتژی فشار حداکثری علیه ایران است راهکاری که ثبات اقتصادی تهران و تواناییش برای حمایت از نیروهای نیابتی و توسعه برنامه هسته را هدف قرار می دهد. بر اساس گزارش این نشریه منابع آگاه فاش کردند که دولت بعدی ایالات متحده قصد دارد تحریم های سختری به ویژه بر صادرات نفت ایران که منبع درآمد حیاتی این کشور است اعمال کند تحریم های پیش بینی شده می تواند صادرات نفت ایران را که در حال حاضر بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز است به شدت کاهش دهد صادرات نفت جمهوری اسلامی در سال 2020 کمتر از چهل هزار بشکه در روز بود به گزارش فاینانشال تایمز کارشناسان معتقدند که این اقدامات به شدت بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تأثیر خواهد گذاشت باب مکنالی کارشناس انرژی اشاره کرد که امکان کاهش صادرات نفت جمهوری اسلامی وجود دارد و این اقدام ایران را در وضعیت اقتصادی بسیار وخیمتری در قیاس با دوره اول ترامپ قرار میدهد همزمان وزیر خارجه رژیم درباره شرایط بحرانی یک سال باقی مانده تا انقضای برجام و اقدام احتمالی اروپا برای فعال کردن مکانیسم ماشه هشدار داد. همزمان یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است ایران باید به سمت بمب اتم برود عباس اراغچی شامگاه شنبه 26 آبان بار دیگر گفت که فرصت زیادی برای دیپلماسی و مذاکرات هسته ای باقی نمانده و این فرصت محدود است او که در برنامه تلویزیونی سخن می گفت افسود برجام در مهرماه سال آینده به انقضا می رسد و اگر تا قبل از آن مذاکرات برای توافق جدید انجام نشود ما با یک شرایط بحرانی مواجه خواهیم بود. قطنامی 2231 شورای امنیت سازمان ملل که بر برجام سهه گذاشت در 18 اکتبر 2025 میلادی برابر با 26 مهر 1404 به انقضا می و محدودیت های هسته ای علیه ایران پایان می یابد. به گفته ی عباس اراقچی طی کمتر از یک سالی که تا این تاریخ باقی مانده اگر توافق جدیدی حاصل نشود ممکن است کشورهای اروپایی که هنوز در برجام هستند دنبال کار مکانیسم ماشه بروند ببین الان نمیشه پیش بینی کرد چون هنوز مذاکرات جدیدی شروع نشده شده و البته این رو هم باید عرض بکنم که فرصت اگر هم مذاکرات جدیدی شروع بشه فرصت محدودی خواهد داشت چرا که در اکتبر 2025 که مهر 1404 خواهد شد زمان پایان قطنامه 22 که شورای امنیت که قطنامه مربوط برجام هست خواهد بود و وقتی که اون قطنامه به طور خود، خودکار منحل بشه که دقیقا 18 اکتبر 2025 اتفاق افته دیگه اسنپ بک مثل این همه از بین خواهد رفتی و لذا احتمالا قبل از اون اگر توافق جدیدی حاصل نشه ما با یک شرایط بحرانی مواجه خواهیم بود ممکنه کشورهای اروپایی که هنوز در برجام هستن دنبال کار اسنپک برن من نمیخوام از الان در مورد یک سال دیگه تقریبا یک سال دیگه قضاوت بکنم فرصت مذاکراتی فرصت برای دیپلماسی هنوز هست البته این فرصت زیاد نیست فرصت محدودی هست یک کمچه مذاکرات پیشیده ای در حقیقت یک سال زمان خیلی زیادی براش نیست به خصوص که ما در منطقه با بحران مواجهیم در اروپا بحران اوکراین وجود داره در آمریکا دولت جدید سر کار اومده همه اینها دست به دست هم بده یک مذاکرات جدید شروع بشه یه خورده کار مشکلی هست وقتی هم شروع بشه مذاکرات مشکلی خواهد بود البته ما برای این مذاکرات آمادگی کامل داریم و به نظر من شدنی هست دیپلماسی هنوز میتونه در این زمینه کار بکنه و ما پنجره های دیپلماسی رو باز میدانیم به شرطی که اراده واقعی در طرف های مقابل ما وجود داشته باشه اگر چنین ارادهی وجود نداشته باشه در طرف های مقابل ما طبیعی هستش که ما مسیر دیگری خواهیم بیش خواهیم رفت ما برای هر مسیر آمادگی داریم همونطوری که در قضیه به صلاح حمله رژیم سحیونسی من عرض کردم که جمهور اسلامی ایران برای هر سناریوی آمادگی داره در اینجا هم عرض میکنم یا میگم به کشورهای غربی که مسیر هسته ما در یک سال آینده مسیر حساس و پیشیده خواهد بود ولی ما برای هر سناریویی برای هر شرایطی آمادگی داریم و اگر به نقطه تقابل برسیم برای اون تقابل آمادگی داریم اگر به نقطه همکاری برسیم برای اون همکاری آمادگی داریم هشدار به مردم در آستانه روزهای سرد سردرگمی کامل حکومت بی‌کفایت شورای اقتصاد دولت جمهوری اسلامی در مصوبه دستور افزایش تعرفه های گاز بخش خانگی و همکاری استانها برای مصرف مازات در تمامی نیروگاه ها و صنایع را صادر کرد. روز 27 آبان یک مقام پیشین نفتی گفت پالایشگاه آبادان گازایل زمستانی را در بورس فروخت و با باعث کاهش ذخایر شد. خبرگزاری تصنیم روز یکشنبه 27 آبان نوشت که سازمان برنامه و بودجه مصوبات جلسه 14 آبان شورای اقتصاد را ابلاغ کرده است. روز 22 آبان نیز مصوبه تازه هیئت وزیران درباره چگونگی تغییر تعرفه های مصرف گاز در بخش خانگی منتشر شد که نشان می‌دهد دولت مسعود پزشکیان قصد دارد مشترکان بیشتری را در گروه اشتراک های پر مصرف قرار دهد و از این طریق درآمدزایی کند. بر اساس آن مصوبه تعرفه گاز بخش مصرفی به صورت پلکانی و با لحاظ 5 درصد از مصرف گاز به قیمت بالاترین تعرفه فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود. مسببات افزایش تعرفه های حوزه انرژی در شرایطی است که از روز 20 آبان دولت قطع برق برنامه ریزی شده را با دلیل کمبود ذخایر نیروگاه برای زمستان آغاز کرده است. مسئول پزشکیان در روزهای قبل دستور داده بود مازادسوزی در سه نیروگاه متوقف و به جای آن خاموشی زمان بندی شده اعمال شود. با این حال در بند دیگری از مسببه جدید شورای اقتصاد به استانداری های سراسر ایران دستور داده شده است با وزارت نفت برای مصرف نفت کوره یا همان مازوت سوزی در نیروگاه ها و صنایع همکاری لازم را انجام دهند. پیشتر محمد جعفر قائمپناه، معاون اجرایی پزشکیان مردم را مقصر ناترازی ها و مازوت سوزی خوانده و گفته بود شهروندان برای کم کردن خاموشی ها باید چند درجه هوای خانه را کاهش دهند و گاز و برق کمتری مصرف کنند. او همچنین بخشی از مشکل را ارزانی شدید و یارانی حاملهای انرژی اعلام کرده بود. شهروندان در ایران که مالک ذخایر غنی گاز در جهان است، از یک سو به دلیل ناتوانی جمهوری اسلامی در تامین گاز نیروگاه ها باید همچون سالهای جنگ جدول خاموشی و آلودگی هوا را تحمل کنند و از طرف دیگر با مسببات دولت در آستانه فصل سرد گازبه های بیشتری به دولت بپردازند. این هم از وضعیت هوا بعد سه روز با بارندگی حالا دوربین همیشه مه و دود و آلودگی و شفافتر نشون میده من نمیدونم پنج برابر ده برابر شما متخصص ترین شاید به تو این دقیقش رو بگیم این هم از هوامون تو این مملکت نه آب داریم نه گاز داریم نه برق داریم نه نت داریم نه هوا داریم نه کوف داریم چی بگیم ما چی کار کنیم از دست شما آخونده بی هر روز خدا هم چشم کنی؟ یا یه چیزی نیست یا صد تا هزار تا چیز با هم گرون میشه دست نیافتنی میشه نیست در جهان میشه بابا برید گورتون رو گم کنید دیگه زندگیمون و جوانیمون و آیندمون و عزیزانمون و منابع و همه چیمونو رو از همون گرفتید بسه دیگه مدارس اصفهان در حال تعطیلی کامل هیچ ارگانی پاسخگو نیست مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان اعلام کرد حدود 150 مدرسه ی استان اصفهان تحت تأثیر فرونشست قرار گرفتند و تا کنون 42 مدرسه به طور کامل تخلیه شدند. به گزارش خبرگزاری حکومتی تسنیم محمد رضا ابراهیمی درباره آخرین وضعیت مدارس تحت فرونشست استان اصفهان گفت که مدارس این استان نیز تحت تأثیر فرون های مکرر قرار گرفتند. این مقام استانی افسود بیشتر مدارسی که تخلیه شدند در سمت شمال شهرستان اصفهان و مدارس نواحی چهار و پنج هستند. او افسود همچنین تعدادی از مدارس شهرستانهای برخار و شاهین شهر نیز تخلیه شدند. البته در برخی از شهرستانهای دیگر نیز مدارس تخلیه شدند. در گزارش دیگری از روزنامه اعتماد، مهدی زاره، زلزل شناس و استاد پژوهشگاه زلزله شناسی در جدیدترین ارزیابی خود اعلام کرد که حدود 11 درصد از مساحت کل کشور ایران تحت تاثیر پدیده فرونشست قرار دارد. به گفته این زلزله شناس این پدیده در حدود 39 میلیون نفر از ساکنان ایران را در مناطق مستعد این مشکل درگیر کرده است. او افزود که به جز استان گیلان تمامی استانهای دیگر درگیر فرونشست هستند. زاره تاکید کرد که در کشور ایران ابعاد و نرخ فرونشست در مناطق مختلف به شدت متفاوت است. طبق گزارش ها تقریبا 25 درصد از مناطق شهری ایران با درجات مختلف فرونشست مواجه هستند. زاره افسود این مشکل در برخی استانها از جمله تهران و فارس به شدت محسوس است. به طوری که در این مناطق نرخ فرونشست در برخی مناطق به بیش از چهل سانتی متر در سال می رسد. پیش از این علی بیت اللهی مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی با هشدار نسبت به شدت گرفتن پدیده فرونشست زمین گفته تمام استانهای ایران با این خطر روبرو هستند و برای نجات شهرها و روستاهایمان از همین الان فقط پنج الا ده سال فرصت داریم. مسومه آمیق پی، رئیس اداره ترازیابی دقیق و تداخل سنجی راداری سازمان نخش برداری ایران نیز خرداد ماه سال جاری با اشاره به تهیه بانک جامعه فرونشست زمین گفته بود که دامنه فرونشست زمین به 16 کلم شهر ایران نفوذ کرده است و 800 شهر در پهنه فرونشست زمین قرار دارند. بقیده شماری از کارشناسان منتقد سیاست نادرست، عدم برنامه‌ریزی مناسب و سوء مدیریت جمهوری اسلامی در حوزه آب از عوامل مهم فرونشست زمین و بحران زیست محیطی در ایران هستند. یاران و همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. امیدوارم که این بسته هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به یاد داشته باشید که لایک ها و کامنت های پرمهر شما همچنان انرژی بخش ما در این راه سخت و دشواره. پاینده ایران